شایسته است قدر بزرگان عرصه هنر و فرهنگ کشورمون رو در موقع حیاتشون بدونید. امروز میخوام در مورد زندگی یکی از هنرمندان بزرگ کشورمون با شما دوستان عزیزم صحبت کنم. گوهر خیراندیش، میدونم که ایشون رو خیلی دوست دارید. گوهر خیراندیش در سال 1333 در شیراز متولد شد. فعالیت وی از سال 1349 از دوران دبیرستان با گروه تئاتر در شیراز آغاز شد و در همین سال بود که با جمشید اسماعیل خانی آشنا شد و این آشنایی به ازدواج انجامید. حاصل این ازدواج یک پسر و دو دختر به نامهای امید، آزاده و آناهیتا است. او و همسرش در شیراز بازیگر تئاتر بودند و او کارمند اداره فرهنگ و هنر شیراز نیز بود. وی در سال 1357 جهت کسب تحصیلات عالی در دانشگاه تهران به همراه همسر و فرزندانش به تهران رفت. او علاوه بر تحصیل به فعالیت در تئاتر در شهر تهران پرداخت و کارشناس امور هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران شد. گوهر خیراندیش بازیگری را در سینما، تئاتر و تلویزیون ادامه داد. او با فیلم روزهای انتظار فعالیتش را در سینما آغاز کرد و با فیلم بانو درخشید. گوهر خیراندیش همیشه در نقش‌های متفاوت ظاهر شده است. وی همچنین چندین سال است که در برنامه صدای عبرت شبکه سراسری رادیو به فعالیت مشغول است. وی یکی از استادان ثابت کانون سینماگران جوان است و همچنین سابقه برگزاری کارگاه آموزشی در چند دانشگاه معتبر آمریکا را دارد. خیراندیش پیشنهاد بازی در سریال دارا و ندار و فیلم اخراجی ها را علی‌رغم پیشنهاد مالی خوب به جهت نقش های ضعیف نپذیرفت. بعقیده ای وی که از رموز ماندگاری یک بازیگر در این است که هر نقشی را فقط برای مسائل مالی قبول نکند. گوهر خیراندیش زاده یک شهریور 1333 بازیگری ایرانی است. او از اواخر دهه 1340 بازیگری پرکار در سینما، تلویزیون و تئاتر بوده است. او دارای مدرک کارشناسی بازیگری و کارگردانی تئاتر از دانشکده هنرهای زیبا است. خیراندیش برای بازی در زیر بام‌های شهر 1368، چهره 1374، جنگجوی پیروز 1377، نامزد سیمرغ بلورینه بهترین بازیگری نقش مکمل زن شد. بازی در ارتفاع پست 1380 ساخته ابراهیم حاتمی کیا برایش دیپلم افتخار جشنواره فیلم فجر را به همراه داشت و برای بازی در نقش اصلی رسم عاشق کشی 1382 جشنواره های بین المللی. گوهر خیراندیش در سال 2021 با فیلم فصل قاصدک به نویسندگی و کارگردانی مریم پیربند در جشنواره کن حضور یافت. در این رویداد خیراندیش پیراهنی شنلی با طراحی سایه موسوی به همراه کیف، کفش و جواهرات دور ثابت داشت. فیلم فصل قاصدک در زمستان 2022 نیز در جشنواره فیلم جیپور شرکت کرد و موفق به دریافت جایزه روز زرد شد. خیراندیش و پیربند با حضور در مراسم اختتامیه این جایزه را دریافت کردند. او در 13th دوره جشنواره بین‌المللی اکشن آن فیلم آمریکا در بخش فیلم‌های سینمایی جایزه بهترین بازیگر نقش اول را برای بازی در فیلم خانه دیگری دریافت کرد. گوهر خیراندیش در سال 1400 برای بازی در فیلم گورکن در جشنواره ریورساید آمریکا به همراه سایر بازیگران این فیلم موفق به دریافت
جایزه بهترین گروه بازیگران شد. جمشید اسماعیل خانی بازیگر تئاتر و سینمای ایران راه گوهر خیراندیش را ابتدا به عرصه هنر و بعد به عرصه خصوصی زندگیش باز کرد. آقای اسماعیل خانی او را برای نقش عذرا بندانداز در نمایش عروس انتخاب کرد. او در این نقش خوش درخشید و همین آغازگر فعالیتش با گروه تئاتر فارس شد. کلاس 11 دبیرستان بود که دل به جمشید اسماعیل خانی داد و با وجود مخالفت‌های خانواده با او ازدواج کرد. بعد از مدتی فعالیت خانم خیراندیش به استخدام اداره فرهنگ و هنر شیراز درآمد. جمشید اسماعیل خانی متولد 1329 در داراب استان فارس بازیگر بود. وی در سال 1381 دار فانی را ودا گفت. گوهر خیراندیش و زنده یا جمشید اسماعیل خانی صاحب یک پسر به نام امید و دو دختر به نام آزاده و آناهیتا هستند که آناهیتا همسو با پدر و مادر خود وارد عرصه بازیگری شده است. خیراندیش در سرشته زبان انگلیسی، بازیگری و پزشکی برای دانشگاه پذیرفته شد. اولین باری که خون از دست امید پسرش جاری شد، فهمید که برای پزشکی ساخته نشده. میگوید اتفاقی با یکی از دوستانش که دانشجوی دانشکده هنرهای دراماتیک بود، برخورد کرد و او تشویقش کرد که رشته بازیگری را انتخاب کند. گوهر خیراندیش در 29 مهر ماه 1392 در هنگام ایفای نقش در فیلم آذر، شهدخت، پرویز و دیگران به کارگردانی بهروز افخمی بر اثر سانحه تصادف دچار مصدومیت شد. ایشان میگویند به آمریکا سفر کرده بودم تا برای جراحی که قرار بود که روی کمرم انجام شود تحت درمان قرار بگیرم. در نتیجه صدمه‌ای که دیده بودم ترمیم شد. من از دانشگاه‌های زیادی برای تدریس دعوتنامه داشتم. یک بار در دانشگاه بروکلی و در فیلادلفیا ورکشاپ برگزار کردم و ورکشاپی هم در دانشگاه سانتا باربارا با حضور من برگزار شد و ضمن اینکه در برخی از ایالات دیگر آمریکا نیز به تدریس پرداختم. هیچ وقت هیچ زنی نمیتواند جای مرد و پدر خانواده را بگیرد، اما من تمام تلاشم را کردم که بتوانم هم نقش پدر را به خوبی بازی کنم و هم نقش مادر. در تمام این سالها اعتبار اسماعیل خانی پشتوانه من قرار گرفت و چه در سینما و چه در تلویزیون سعی کردم بهترین باشم. بچه هایم به من انرژی دادن تا بتوانم خوب باشم و زندگی را به سمت و سوی هدایت کنم که لایق من باشد و نبودن پدر حس نشود. اوایل ازدواج من اسماعیل خانی علاوه بر بازیگری کارگردانی تئاتر هم انجام می داد. آنجا اغلب در کنار هم بودیم و پس از آن در سینما و تلویزیون هم به عنوان هم بازی با هم کار می کردیم. ایشان همیشه سمت استادی برای من داشتند و همیشه برای انتخاب کارهایم از ایشان مشاوره می گرفتم و ایده ها و نظریاتشان را در کارهایم پیاده می کردم. عزیزانم، اگر از ویدیوی من خوشتون اومده و براتون سودمند بوده، برای حمایت از من ویدیو رو لایک و کانال من رو سابسکرایب کنید و یادتون نره زنگوله رو به صدا در بیارید و روشن کنید تا هر وقت ویدیوی جدیدی گذاشتم شما جزو اولین نفراتی باشید که ویدیوی من رو میبینید. البته باعث افتخارم است که شما در کنارم هستید و حمایتم میکنید. سپاسگزارم از حضورتون و دوستتون دارم و خدا نگهدار.